و همکار است. ما سرگند در استودیو با من است و واکنش ها به این خبر را با ما در میان خواهد گذاشته است. ما وقت بخیر باشه. من دیدم که واکنش ها به این خبر را در موردش میخواندی برای ما بیشتر بگو که واقعا نیروهای سیاسی و طالبان و اونایی که مربوط به افغانستان هستند در مورد حمله چی واکنش داشتند؟ مسعود برای طالبا شاید هنوز زود باشه که واکنش نشان بدن تا هنوز هیچ واکنش در قبال حمله نداشتن اما از سیاسون افغانستان هم اما که گفتی حامد کرزای رئیس جمهور پیشین افغانستان واکنش داشت و این حمله را محکوم کرده و گفته که نقص حاکمیت ملی ایران است در کنارش دکتر عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه البته شورای عالی مصالحه که در دولت گذشته بود این هم حملات را تحریک آمیز توصیف کرده و گفته که جمهوری اسلامی ایران در برابری حملات یعنی ای, ای حملاتی که به ایران صورت میگیره صفگیری های جدید در منطقه ایجاد میکنه و در کنار از اینکه صفگیری صفبندی های جدید ایجاد میکنه تاثیر بسیار ناگوار روی زندگی مردم و غیر نظامیان در منطقه خواد گذاشت درست ولی در طرف دیگه واکنش کشورهای همسایه همچنان مهم است کشورهای همسایه و کشورهای منطقه چی واکنش نسبت به این حمله داشتن یک بخش از واکنشهای و واکنش های جهان به ویژه واکنش رسانه های امریکایی را پیشتر همکار ما با ما گفت اما خود چی در یفتی آخرین ها بیانگر چی است چیزی که اه... اولین واکنش که در رسانه های اجتماعی و در رسانه های امریکایی به نظر می خورد. واکنش امریکا بود که مقامات امریکایی گفتن که ما در جریان قرار داده شده بودیم در جریانی این حمله بودیم اما هیچ مشارکت در این حمله ما نداریم در کنار از این کاخ سفید همچنین گفته که حمله اسرائیل به ایران در حقیقت دفاع از اسرائیل است یکی از مقامات دیگه امریکایی که او گفته که اسرائیل به توصیه های امریکا گوش داده یعنی تنها مراکز نظامی و تسلیحات ایران را هدف قرار داده و هیچ غیر نظامی را هدف قرار نداده و در حمله به غیر نظامیان آسیب نرسیده از جمله نخست وزیر بریتانیا که از ایران خواسته که خشتنداری خود را حفظ بکنه و به حمله اسرائیل پاسخ ندهد. در کنار از چین هم سفارت چین در ایران اعلامیه را نشر کرده و تنها به شهروندان خود گفته که با حفظ هوشیاری به تهدیدات امنیتی و به وضعیت امنیتی توجه داشته باشند د میان واکنش پاکستان شدید تر است که حملات نظامی اسرائیل علیه ایران را محکوم کرده و, از و گفته که نقص فاهیش منشور سازمان ملل و قوانین بین المللی است و از سازمان ملل متحد خواسته که منطقه به شدت نارام که در کشورها همه به نارامی بسر میبرند با این اقدامات اسرائیل نارامتر میشه و از سازمان ملل متحد خواسته که اقدام بکنه به خاطر کاهش تنشها در منطقه و همچنین از ریاض خبرهایی داریم که از هر دو جانب خواسته شده که حد اکثر خیشتنداری را داشته باشند و ریاض هم گفته که این نقض, قوانین و هنجارهای بین المللی است که اسرائیل با این عملات خود به ایران داره نشان میده از ما سپارکوزار هستم که آخرین ها را در مورد این خبر با ما در میان گذاشتی و در استودیو با من بودی وقت بخیر. شکار.